فرهاد، موضوعات مختلفی رو مطرح کردن آقای بایدن، محتوای کلی این سخنرانی چی بود؟ خب آریان، به چهار بخش عمده میشه صحبت‌های پرزیدنت بایدن رو تقسیم کرد. یکی اینی که علت ورود آمریکا به افغانستان چی بود، حضور نظامی چی بود و دلایلش که الان داره نیروها رو برمیگردونه بعد از دو دهه حضور نظامی در اون کشور. پرزیدنت بایدن گفتن که دلیل اصلیش تعقیب القاعده و مسبب اصلی 11 سپتامبر بود، حملات تروریستی مرگبار 11 سپتامبر بود که اون انجام شد، و همچنین اینی که الان نیروها یا اون کشور دیگه پناهگاهی نمیتونه باشه برای نیروها و گروه‌های تروریستی که تهدیدی علیه امنیت خاک آمریکا باشن و منافع آمریکا باشن. پس بنابراین دیگه نیازی نیستش که نیروی نظامی آمریکا در اون کشور باشه و باید برگرده و جزء منافع آمریکا، حضور نظامی آمریکا دیگه اونجا صرفه نداره. در بخش دومش دو تا پیام داشتش، یکی پیام برای رهبران افغانستان داشت و یکی پیام برای جامعه جهانی و کشورهای همسایه. در مورد پیامشون به رهبران افغانستان گفتن که این وظیفه شماست که کشور خودتون رو اداره کنین. ما طی 20 سال گذشته، ما یعنی دولت آمریکا، به شما کمک‌های نظامی زیادی، کمک‌های بشردوستانه، آموزشی و تجهیز نیروهای نظامی و امنیتی رو انجام دادیم براتون و حالا این بر عهده شما هستش که کشورداری کنین. وظیفه ما کشورداری برای شما نبوده و نیستش. پیامی که برای کشورهای منطقه و جهان داشتن اینی که امنیت و صلح و ثبات در افغانستان به نفع جامعه جهانی و در چارچوب منافع ملیشون باید بررسی بشه و باید در این زمینه به کشور، به دولت افغانستان برای حفظ اون کمک کنن. و همچنین در بخش دیگری که مقامات افغانستان گفتش که هر پیشرفتی که برای زنان و دختران افغانستان محقق شده، این باید حتما حفظ بشه. در بخش نگاه به آینده هم گفتن که خطر تروریست از اون کشور به اون حد ضعیف شده که دیگر منافع آمریکا تهدید نمی‌کنه، اما خطر تروریست و گروه‌های مشابه تروریستی و شبه نظامی هستن که در اقصی نقاط جهان هستن و دولت آمریکا، دولت خودش تصمیم می‌گیره که در این مناطقی که اسپردن، جنوب آسیا، در خاورمیانه و در آفریقا هستن که تهدیداتی هستن و خب دولتش تصمیم می‌گیره که اون رو چگونه باشون مقابله کنه.